حالا رسیدیم به اولین آیه سوره حدید. سبح لله ما فی السماوات و الارض. آیان عزیز، خواهران گرامی، عجیب، قرآن میگه تمام عالم هستی تسبیح خدا رو میگه، یعنی کوه، دریا، خورشید، نه گلبولای سفید و قرمز بدن شما، حتی اون کافری که خودش میگه خدا نیست، وجودش میگه خدا، همه عالم. حالا ما تسبیح میگیم روشنه، سبحان الله، لا سبحان الله والحمد. کوه تسبیح میگه یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ این همه آیه تو قرآن داریم. قرآن میفرماید وقتی حضرت داوود ذکر میگفت، کوه ها باش ذکر میگفته. قرآن میفرماید پرنده ها نماز دارن. یعنی چی نماز دارن؟ پرنده نماز داره یعنی چی؟ و طیر صافات، پرنده هایی که حرکت میکنن، اینا تسبیح دارن، نماز دارن. قرآن کریم میفرماید رعد و برق تو آسمان، یسبح الرعد، رعد و برق تو آسمان تسبیح داره. من اینم بگم و دعاتون کنم، اینم خوب گوش بدید، بحث دقیقی است. تسبیح خورشید یعنی چی؟ تسبیح کوه یعنی چی؟ مگه اینا زبون دارن؟ سه تا معنا براش شده. معنای اول گفتن نظم منظوره. شما ببین خورشید چقدر منظمه، ماه چقدر منظمه، کوه، اینا نظم یعنی تسبیح. هر که به اینا نگاه کنه بی اختیار میفهمه خدا منزه. این معنا خیلی به بنده نمیچسبه. دلیلش هم اینه، قرآن میفرماید شما تسبیح کوه رو نمیفهمید، متوجه نمیشید، لا تفقهون تسبیح. معنای دوم گفتن منظور تسلیمه. به ما میگن نماز بخون، شاید نخونیم، روزه بگیر، شاید نگیریم، ولی به زمین میگن بچرخ، باید بچرخ. یه وقت هم میگن نچرخ، باید وایس. به ماه میگن طلوع، به خورشید میگن طلوع کن، طلوع میکنه. یه وقت هم از شمس و کف ورد میگن بپاش، اهم میپاشه. تسبیح یعنی تسلیم، این دوتا معنا. ولی یه معنای مرحوم ملا صدرا داره، به نظرم میرسه این با روایات بهتر جور در میاد. یعنی اینا هم برا خودشون یه تسبیحی دارن که ما متوجه نمیشیم. تسلیمن، نظمم دارن، اما پیغمبر گرامی اسلام استاده بود، یه مشرکی آمد گفت یا رسول الله یه معجزه از شما ببینم مسلمون میشه. حضرت دست برد زیر خاک، 9 تا سنگ ریزه تو دستش بود. فرمود اگه اینا بگن سبحان الله مسلمان میشی؟ او بله. حضرت تصرفی کرد، از این سنگا سبحان الله اینه، به نظر میرسه اینه. یعنی اینه که تو روایات داریم خروس توی خوندنش فلان ذکر رو میگه، یا مثلا کبک فلان ذکر رو میگه. به نظر میرسه مرحوم علامه طباطبایی هم همینو میگه، میگه ما متوجه نمیشیم، ولی دیدیم گاهی حجرالاسود به حقانیت یک امام شهادت داده. در درخت خدا ایجاد صوت کرده، با حضرت موسی صحبت کرده. این سبح لله که چند بار تو قرآن تکرار شده، به نظر معناش اینه، یعنی نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. ما نطق آب نمیفهمیم، ما نطق خاک، شاید هم سالهای آینده اینا کشف بشه، نمیدونم. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید؟ سبح لله. 3 تا نکته امروز
برای شما گفتم، یکی اهمیت سوره حدید، دوم اهمیت سبحان الله و تسبیح، و مطلب سوم معنای این که آسمان و زمین تسبیح خدا رو میگن. انشاءالله آیات دیگر سوره حدید که برسیم این 20 روز تا پایان ماه تفسیر کنیم و نکاتی بگیم، باشد برای روزهای آینده. روز چهارشنبه متعلق است به موسی بن جعفر علیه السلام و به علی ابن موسی فرزند بزرگوارش و فرزندانشون. امروز کنار مزجع شریف فاطمه معصومه دلها رو روانه کنیم، کاظمین، کنار مزجع شریف امام کاظم که ایشون هم تو زندان با تسبیح با یاد خدا با ذکر خدا مأنوس بود. عرض میکرد خدایا یه خلوتی میخواستم با تو حرف بزن، ممنونتم این خلوت رو در اختیار من گذاشتی. لذا دائما ذکر میگفت، دائما تسبیح میگفت، زندانبانها رو تحت تأثیر قرار میداد. منتها نمیدانم چقدر سخت گذشت که این اواخر یواش یواش تسبیح امام یه رنگ و لعاب دیگه‌ای پیدا کرد. این اواخر دیگه میگفت اللهم انی اسألک الراحة عند الموت، ای خدا حالا دیگه موسی بن جعفر رو نجات بده، حالا دیگه موسی بن جعفر رو رها کن، فاطمه یه معصومه منو ببخشید، روضه بابا رو پیش شما میخوانم. شما دختر 10 ساله داغ بابا دیدی، یتیم شدی، این اواخر حدود 4 سال این زندان آخری پشت سر هم بود، زندانبانم یک یهودی بود، سندی ابن شایک ملعون، دیگه این اواخر بابا رو ندیدی، بر شما سخت بود. دلها رو روانه کنیم از کنار حرم دختر، کنار حرم بابا موسی بن جعفر علیه السلام. بالاخره دعا مستجاب شد، 4 نفر بدن رو روی یک قطعه تخته کل عرش هم لفوق 4 حامل نور الاله رعاه زل ابزاری، هنوز کند و زنجیر به بدن مقدس پدرت بود. فاطمه یه معصومه نبودی ببینی ساق پای بابا آسو به شدت مجروح شده بود، ز ساق المرزوز، نبودی ببینی خون از گردن بابا جاری بود. بدن رو با همین زنجیرها خودش سفارش کرد با همینها به خاک سپرده بشه. البته اون سلیمان ابن ابی جعفر خبر شد، بعد از آنی که 3 روز بدن رو جسر بغداد ماند، اجازه نداد بدن غریبانه به خاک سپرده بشه، دستور داد کفن کردن، گلباران کردن. مردم قریش، مردم دیگه جمع شدن، بدن تشییع رسمی شد، بدن مرزوز بود، بدن لاغر بود، بدن نحیف بود، بدن از اثر زنجیر جراحت داشت. اما فاطمه معصومه شما که نبودی، اگه بودی بابا رو میشناختی، چون سر در بدن داشت، چون بدن قابل شناسایی بود. من بمیرم برای اون بدنی که همه بدن مرزوز بود، صدها زخم داشت، جای یک بوسه خواهر نداشت. نه نه برادر، اونقدر مجروحه که خواهر نشناخت، پدر اونقدر مجروحه که دختر نشناخت. فاطمه معصومه نبودی بغداد، اگه بودی کسی مانع نمیشد گریه کنی، اما دختر حسین رو با تازیانه از رو بدن بابا، هر کجا نشستید دلها رو روانه کربلا 3 مرتبه یا حسین.